مهمان من از منتقدان سرسخت رئیس جمهوری افغانستان است، اما همزمان نماینده با صلاحیت او در ولایت بلخ است. او که سالها علیه حکومت دموکراتیک خلق افغانستان جهاد کرده، حالا خود را از بانیان اصلی دموکراسی در کشورش می‌داند. اگر او منتقد دولت است، پس چرا هنوز در دولت است؟ عطا محمد نور، خوش آمدید به برنامه به عبارت دیگر. تشکر قاید آسف، شما لطف کردید که تشریف آوردید. اختلاف شما با حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان بر سر چیست؟ دموکراسی حق بر هر طبیع افغان داده که از حق مشروع خود، از حق قانونی خود و از حق مدنی خود برای تعیین سرنوشت خود و رفتن به یک استقامت معین از او استفاده بکنه. ما اختلافات شخصی با آقای رئیس جمهور ندارم. البته آنچه که من داشتم برای اصلاح سیستم و نظام، نه بزید نظام. ما به جناب خودشان هم گفتم که ما بزید نظام نبودیم و بزید نظام نیستم، چون نظام دستاورد همه ما مردم افغانستان است که در قطارشان ما هم زحمت کشیده بودیم. ولی برای اصلاح نظام بودیم، برای اصلاح نظام هستم. من پیشنهادایی که داشتم، البته بر اساس او پیشنهاد چون برآورده نشد و یا ای که پالیسی به اون ترتیب نبود، بالاخره از حق مدنی خود استفاده کردم که از دکتر عبدالله، از همسنگر قهرمان میدی و همچنان همسنگر خود ما حمایت بکنیم. یعنی اختلافات شما در جریان انتخابات ریاست جمهوری به اصطلاح به وجود آمد؟ قبل از او من پیشنهادایی داشتم. در سه شخص ما یک چیز روشن شد. در سه شخص ما رئیس جمهور بسیار صمیمیت داشته، هم اعتماد داشته و هم صمیمیت داشته. واقعا نه تنها که برای ولایت، برای پای ما همیشه توجه داشت، بلکه وزارت داخله را برای ما آمده بودن که بتن. و در این انتخاباتی که پیش روی بود، حالا که گذشت، در این معاونت اول آمده بودن با ما بتن. معاونت اول آقای کرزی، معاونت اول ریاست جمهوری. بله. و گزارش هایم که وجود داره که چون بعداً تصمیمشون تغییر کرد و این هم یکی از دلایل بود که شما مخالف آقای کرزی شدن و بالاخره رفتین با هرگز نه، من نخواستم. من چون برای خود امتیاز نمیخواستم. اگر من برای خود امتیاز میخواستم، همه چیز برای من مهیا بود. گفتم که برای من بسیار صمیمیت داشت رئیس جمهور، ولی این تنها برای شخص من بود. من میخواستم که برای وضعیت افغانستان کارهای صورت بگیره. حتی من با واضح به جناب رئیس جمهور گفتم که من در مزار آرام هستم، مسئول هستم، درست اگر برنامه انکشافی هم دارم، درست، ولی نمیخوایم که در قندار و هلمند به اثر بمباردمان پرچه های گوشت دختر بچه ها و فرزندای مردم با خاک و خون یک جا شود. حتی در این باید اصلاحات بیا. مثلا من خواسته هایم این است که علیه باندهای مافیایی اقتصادی مبارزه صورت بگیره، علیه باندهای مافیایی مواد مخدر مبارزه صورت بگیره و علیه فساد اداری که علاقات معین به گرده مردم سوار است و فساد اداری در سطح افغانستان بیداد میکنه، علیه باید فعالیت های بسیار مبتکرانه، جدی، قاطع صورت بگیره. این کارا سبب شده که فاصله دولت با مردم را بیشتر بسازه و با مصرف شدن میلیاردها دلار در افغانستان و حضور بیش از 40 کشور در افغانستان، بسیار خوشی مردم، رضایت مردم و انکشاف و پیشرفت ها بسیار محسوس نبوده باشه. خب یعنی میگین شما وقت پیشنهادات شما از طرف رئیس جمهور پذیرفته نشد، بعدا شما اختلافاتشان شروع شد؟ خب گوش کردن، نوازش دادن، قبول کردن، ولی عملی نشد. وقتی که عملی نشد، طبعا باز ما تصمیم وقت گرفتیم که کار دیگه بکنیم. شما وقتی که از دکتر عبدالله حمایت کردین، در واقع امیدوار بودین که بتونین تغییر در نظام اینا بیارن، درست است؟ بله. که حالا نشد. خب بدون شک هر حرکت یک انگیزه میتونه که انگیزه خلق بکنه، ذهنیت ها را تغییر بده و مردم راهی را، روش نوی را انتخاب بکنه و بینش سیاسیشان بیشتر شود و منسجم شوند و در بازی های قدم های بعدی منسجم تر از دیروز باز حرکت بکنند. اگر ما دیروز به قدرت اگر نرسیم، مثلا دکتر صاحب عبدالله
ولی به اهداف نسبی خود رسیدم که مردم بینش سیاسی پیدا بکنه، مردم احساس کنه که ما هم در جهت رفتن به استقامت که برای ساختار نظام قدم برداریم، برای تغییر رژیم و دولت اقدام بکنیم از راه مشروع و دموکرات و بسیار دموکراسی، این ذهنیت برای مردم خلق شد تا ذهنیت های عقبگرانه، تا ذهنیت های خشک اجیرانه و مزدورانه. یعنی پس شما همچنان مخالف رئیس جمهور کرزی هستین؟ پس در بعضی موارد تغییر روش، تغییر پالیسی، پذیرفتن اصلاحات یا داشتن نظریات اصلاحی در هر نظامی که در او دموکراسی جا داره و حقوق مدنی در اونجا رعایت میشه و به اصطلاح تحمل پذیری وجود داره، فرهنگ پلورالیسم اونجا حاکم باشه، دیگه وجود نداشته باشه. و عرض کردم که برای اصلاح نظام نظریات داشتم و سری حرف خود ثابت هستم. این به این نیست که من دیروز حرف داشتم که برای نظام اصلاحات لازم است باید بیاید، برای وضعیت امنیتی کشور اصلاحات لازم است بیاید، برای وضعیت اقتصادی و برداشتن فساد اصلاحات لازم است باید بیاید و امروز به خاطر که مواری پس باقی مردم از این پشایمان شده باید صرف نظر کرده. نه، امو حرف خود دیروز که تاکید داشتم امروز هم برش تاکید دارم. البته به ضد نظام نیستم، بر اصلاح نظام حرفای داشتم، حرفای دارم و سرش عالم تاکید دارم. یک نگرانی وجود داره ای هست که شما در واقع در بلخ یک دولت در درون دولت ایجاد کردین. ایره کسایی احساس میکنن که حسد میبرن از پیشرفتا، از امنیت، از خوشی و رضایت مردم. شما ببینید که یک فرهنگ قابل قبول و منطق قابل قبولی است که در جایی که جنگ است، در جایی که جنگ نیست باید برنامه جنگ زدایی گرفته شود، در جایی که فقر نیست، در جایی که فقر است باید برنامه های فقر زدایی گرفته شود. ولی هستن کسانی که از منطق نامشروع مبتذل تقسیم فقر و تقسیم جنگ استفاده میکنند. یعنی در جایی که جنگ نیست کوشش میکنند که جنگ تقسیم کنند، از جایی که جنگ است در جایی که جنگ نیست جنگ بیارن. و این منطقه سرش تاکید دارن که در جای فقر نیست که در جای فقر است، فقر رو ببرن در جایی که فقر نیست تقسیم بکنن. البته من نمیگم که رئیس جمهور رو سیاست و پلیتیش معلوم است که بسیار دوست داره صلح بیاره، بسیار دوست داره انکشاف بیاره، ولی حلقاتی هستن که در این کار تاکید میکنن. این حلقات کیا هستن؟ میدونی شما اگه اشاره کنن به شکلی؟ من نمیتونم که نام بگیرم، اصولا اخلاقا برای من اجازه نیست که کارو بکنم، ولی من فکر میکنم که از پسر بچه افغانستان میدانه تا سیاست مدارش. شما در گذشته بارها حکم رئیس جمهور رد کردیم. در چی مورد؟ مورد آخرش هم در جریان انتخابات بود، وقتی گفته میشه حکم برطرفی شما از طرف رئیس جمهور آمد شما ایره نپذیرفتیم. اصلا نگه وجود نداره. وزیر داخلی افغانستان شما متهم کردین که از شورشیان حمایت میکنم. خود از یک نوع نافرمانی مطلق نشان نمیدن؟ خب در مورد برطرفی مثلا فرمان صادر نشده بود، بیت یک فرمان وجود نداشت، ولی حرفای وجود داشت که کسای این نظر برای رئیس جمهور میدادن روی امو مخالفتایی که داشتن، روی امو حسادتی که داشتن، ولی در نهایت رئیس جمهور و آقای مارشال این تصمیم را نگرفتن. البته لازم دیدن که من باقی بمانم که چی ملاحظه بوده مربوط به خود اونا هست، یا تایید مردم، تاکید مردم در اینجا بود، یا محصرت مردم در اینجا بود، یا خود اونا لازم دیدن نظر به کارهایی که در گذشته کرده بودم. ای اصلا برای کاغذ منیس فرمان باز نیامد، یعنی هدایت نیامد. حالا بهش برداشت کرد که رابطهش ما همچنان با آقای کرزی آنقدر که باید خوب باشه نیست، بس یعنی همچنان مشکلات وجود داره، مراوده اداری و دولتی وجود داره. هیچ امکان نداره که یک کسی ماموری دولت بده باشه و در عین زمان مخالفت بکنه و مراوده دولتی نداشته باشه، مراوده اداری و رابطه نداشته باشه. رابطه داره، مراوده اداری وجود داره و در مسائلی که لازم بشه با ما هدایت میتن و ما اجراات میکنیم. در اجراات امور دولتی هیچ نوع مشکل وجود نداره. اگر فرض کنیم امروز فرمان صادر کردن و شما را گفتن که برن به یک ولایت دیگه اوجا والی باشن، قبول میکنه؟ خب این با ما امر نافذ بباشه که باید قبول شود. این که باز ما دیگه جای کار میکنیم نمیکنیم، ما شرایط و خواسته مردم در خود در نظر خود گرفتیم. این که من دولت بخت برطرف شوم، این دیگه ما پافشاری ندارم و نخواد کردم، ولی به هیچ وجه و امر رئیس جمهور باید تطبیق شود و
و نافذ است و من سرکشی ندارم. شما برخلاف دیگر والی ها در جرگه مشورتی صلح شرکت نکردین، چرا؟ من دو مشکل داشتم، بلکه سه مشکل. مشکل اولی و دومیش مهمتر بود، مشکل سومیش خیلی زیاد دیده نبود. مشکل اولیش من تامین امنیت نبودم، من نمیخواستم که با پلیس یا آقای اتمر و کابل مواجه شم. آها، یعنی ترس شما از پلیس آقای اتمر بود که ترس نداشتم اونجا. ترس نداشتم. مثلا امنیت دیگه. ولی از بی‌نظمی تو من که میرفتم با امنیت خود تبان میگرفتم. و من کسی نیستم که باز از یک عسکر و دو عسکر بترسم. طبیعی بود که من نمیخواستم که یک بی‌نظمی شود. یک صدای بلند شد. یعنی فکر میکردن اگر میرفتین حتما یک بی‌نظمی صورت میگیره؟ حتما بی‌نظمی صورت میگیره، به دلیلی که با دکتر صاحب فاروق وردک مستقیم صحبت کردم که دکتر صاحب با وزیر داخلتان گپ بزن که من میایم که به من مزاحمت نبوده باشه. برای من جواب دادن نتونست. گفتم که هیچ گپ میزنه ولی شاید گپ زده باشه ولی برای من جواب مثبت نداشت. با ارگانهای محل سه بار تماس گرفتم که هدایت بتن با وزارت محترم داخله یا پیام بده برشان که به من مزاحمت خل نشه. عاجز بدن. با معاونین محترم ارگانهای محل مستقیم صحبت کردم. اینا هم عاجز بدن. من دیدم تایی که برام بهتر است که نرم. تایی برام و جنجال شود و من آدمی نیستم که با سرخم بکنم و ابرو پایین بندازم به خاطر استاسیون کردن یک عسکر و پنج عسکر رو دست کرد. دیگه باز من تن نمیدادم. دیگه طبیعی است که ابرو عشقت ما بود. بهتر دانستم ترجیح دادم که باید نرم. ولی نگرانی های وجود داره که گویا شما در واقع نرفتن به کابل و این مشکلات را که مطرح کردید در واقع یک بهانه بود و نخواستین برین جرگه شرکت کنین چون با اصل شما مخالف بودید. حتما من پیش از اینکه صلح برگزار شوه مصاحبه دادم، نماینده خود بی بی سی هم در مصاحبه بودن. در اصل مذاکره که صلح را بیاره، صلح واقعی را، و در اصل پیامی که هر برنامه که پیام صلح داشته باشه با اون من موافق هستم، مخالفت ندارم. و این جرگه جرگه مشورتی بود. یک، نماینده ما قوی از اینجا رفت اشتراک کرد، معنیش است که من موافق بودم. دو، مصاحبه دادم که از این جرگه حمایت کردم، معنیش است که من موافق بودم. سه، رهبری جهادی و حزبی ما در رأس این جرگه اشتراک کرد، معنیش است که ما هم موافق بودم. پس شما با مذاکره با طالبان هم موافق هستید؟ در آوردن صلح و ایجاد صلح، هر آنچه که پیام صلح، پیام واقعی صلح داشته باشه، با حفظ دستاوردها و افتخارات و ارزشها، دو موافق است. یعنی چی؟ من چیزی که تشویش دارم از این برنامه صلح که میشه که آزادانه بگویم براتون، که افتخارات و دستاوردهای نو سال زیر سوال نره. یعنی دموکراسی معیوب، نیمبند و نوزادی که به افغانستان به میان آمده و نوپای معیوبی که به میان آمده، دموکراسی افغانستان معیوب است. امی معیوب دموکراسی که به میان آمده این زیر سوال نره. یک، حضور نیمه پررنگ زنها که در یکی از دستاورد بزرگ نو سال امی است که زن میتونه رای بده، زن میتونه رای بگیره، زن میتونه با کابینه را پیدا بکنه، زن میتونه ریاست بکنه، زن میتونه تجارت بکنه، زن میتونه که دست بخونه و درس بده و در جامعه حضور داشته باشه، این زیر سوال نره. و آزادی بیان که شما میبینید که آزادی بیان یکی از دستاوردهای مهم که در رأس همه چیزایی که ذکر کردم آزادی بیان است که به میان آمده در افغانستان. میتونیم که دستاورد دولت بگوییم، میتونیم دستاورد جامعه جهانی بگوییم، میتونیم دستاورد همه بگوییم، میتونیم دستاورد برای مردم بگوییم. آزادی بیان و مطبوعات است که این زیر سوال نره. یعنی شما فکر میکنید اگر طالبان بیان اینا همش زیر سوال خواهد رفت؟ رهبری طالبان را من کاملا معتقد به این هستم که برای حضور پررنگ زنها اینا موافق نیستن. با این دموکراسی که ما شما میگیم به اینا به این موافق نیستن. نه دموکراسی که غربی ها و اروپایی ها بگوین، دموکراسی که ما شما مثلا آزادی بیان، حق صحبت کردن، حق حرف زدن، حق تصمیم گرفتن، حق تعیین سرنوشت، حق رأی دادن، حق رأی گرفتن، علم نیست یک انسان آزاد با حفظ ارزش‌های دینی و اسلامی. این چیزا اونا قبول ندارن، نمیپذیرن. مطبوعات طبیعی است که اونا به این شکل آزادیش نمیپذیرن. پس بسیار مشکل است که از نظر ایده و از نظر اصول اینا بیاین در یک نظام، در زیر یک چتر که ما این چیزا میخوایم اونا چیزی دیگه را یک جوه. من موافقی هستم که با رده هایی از طالب که میخواین قانون اساسی افغانستان را بپذیره و این دستاورهای نو ساله را بپذیره
و بیاید در چتر این نظام حکومت با مردم یک جای شوند به زندگی عادی بر بگردند سری کار بیشتر شود. من موافق هستم بله اگر ماشین جنگی طالبا جذب شود بیارن به زندگی عادی بله را موافق هستم. فکر میکنید پس با کسانی که نمیخواین بیان به دولت بپیوندن با اینا باید چیکار کرد؟ بسیار سخت است که من از سر جنگ تاکید بکنم ولی همیشه برای آوردن استقلال جنگ هم ضرورت است. آقای کرزی تلاش داره که همین کسایی هم که حتی حاضر به آمدن و پیوستن هم نیستن به شکل راضیشان بسازن که بیان به دولت. این تلاش ها جریان داره که با رده های بالایی طالبان هم صحبت صورت بگیرن. یکی اینا چی ترتیب میتونه موفق شون مربوط به خودشان است. اگر موفق شون از هر طریقی که میتونه پیش برن گپ خوبی است که به افغانستان صلح بیاید. ما در اون نمیخوایم که مخالفت بکنیم. شما پس نسبت به تلاش های آقای کرزی برای مذاکره با رده های بالایی طالبان شک دارین؟ از نتیجه شک داریم نه از تلاش های رئیس جمهور. شاید نتیجه بده، شاید نتیجه نده، شاید کمتر نتیجه بده. آنچه که مردم و رئیس جمهور انتظار داشته به او حد نتیجه نده. خب میبینیم که نتیجه چی است ولی خوشبین هستیم از هر نحوه و راهی که صلح بیابه. خب مطبوعات معتبر در امریکا و بریتانیا هم از مذاکرات دولت آقای کرزی با پادرمیانی سرویس استخباراتی پاکستان ISI گزارش های منتشر کردن. اینو افراد با نفوذ مثل داکتر عبدالله به شدت با این مسئله اونا مخالف هستند و نمیخوان همچکار. این که قضایای افغانستان از عینک پاکستان دیده شود، از لنز پاکستان دیده شود، او را ارگست ما موافق نیستیم. در این موافق هستیم که پاکستان در تامین امنیت با ما همکاری بکنند. در این موافق هستیم که افغان ها هم از حرفای بلند بالا پایین بیاین، با پاکستان دست دوستی را دراز بکنه و واقعا یک مکانیزم را سر به توافق برسن که تا این دو کشور دو ملت برادرانه زندگی بکنه و به منافع ملی هم دیگر احترام بکنن و هم دیگر اینا متضرر نشن آسیب نبینن. ولی که دنیا بخواه که پاکستان بر ما بادار باشه و از عینک اونا ببینه این برای افغان برای قابل قبول نیست و این صادقانه باز نمی باشه. بسیاری ها میگن که امریکایی ها هم خودشان حالا به این باور هستند که استراتژی را که در افغانستان اینا درست کردن کارساز نخواهد بود، که حالا ما در جریان هستیم که مک کرستال رفت و جای خودش داد به دیوید پتریاس فرمانده جدید نیروهای ناتو و امریکایی، که احتمال تغییرات هم در استراتژی آمریکا وجود داره. فکر میکنن که باید چی چیز در استراتژی تغییر کنن تا کارساز باشه؟ اگر من میبودم در کنار استراتژی سنهای امریکایی، من اول احترام به فرهنگ افغان ها میکردم. هیچ حرکت قوای خود اجازه نمیدادم که از اون مردم نفرت کنه و شمار مخالفین زیاد بکنه. هرگز قوای خود اجازه نمیدادم که افغان ها تو دستگیری بکنی و تو زندان داشته باشی. هرگز این قوا اجازه نمیدادم که در خانه افغان داخل میشد و همیشه تاکید بر این میکردم که با حفظ امنیت خودشان مراجعه با رهبری دولت با ایجاد مکانیزم های قابل قبول و خوب پلان مشترک اما هنگ گرفته می شد و حرکت ها دقیق و حساب شده می بود تا دستاور در کم کم و کوچک کوچک می بود. دوامدار دستاور می داشتیم و خوبتر دستاور می داشتیم، مشروع دستاور می داشتیم. خلاف معلومات های دقیق من با دومان نمی کردیم، عملیات های ما نتیجه منفی نمی داشت. این به یقین که دستاور دیم امروز بسیار بالا می رفت. همچنان قسمت زیادی این میلیاردها دلار ما صرف نظامی نمی کردیم، صرف پروژه های انکشافی و ملکی میکردیم، صرف پروژه های اشتغال زا میکردیم که جوان ها جذب میشد در کار. امروز جوان ها از بیکاری جمع او حرکاتی را که داخل شدن خانه و بند شدن و گپا که میبینن صفوف دشمن و یا صفوف مخالفین پر کرده میرن. فکر میکنن اگر این تغییرات نیاد در استراتژی آمریکا چطور میبینن مثلا آینده خود؟ بسیار خراب میبینن آینده را و مثل شوروی سابق میبینن آینده را اگر تغییرات نبیارن. عرفی ما داشتن داشتم باشه. و همونطور که ما شاهد هستیم شمال افغانستان هم داره ناامن میشه. مثلا قندوز ناامن است، ولایت بغلان ناامن است و همین گونه مزار شریف هم در بعض از ولسوالی ها یا شرکاش که ما میشنیم طالبان دارن دوباره منسجم میشن. ما هنوز با قندوز و بغلان حرکت های اجرا نشده بود، حرکت های طالبان، که ما کنفرانس مطبوعاتی دادم و دولت رسمان هم آگاهی دادم که مخالفین در حال شکل گرفتن در قندوز، در چهاردره قندوز و بغلان ها هست و این طرف مرغاب و غرماچ، که پیشتر از قندوز و بغلان صدا از مرغاب برآمد، حتی او دور زدن، او دور دستگیر کردن
و تعقیب به قرماج رسید و تعقیب قرماج در بعضی از نقاط درزاب و قشتپه جوزجان رسید و در بعضی مناطق فاریاب و سرپل نارمی ایجاد شد، مثل سیادی سرپل که ملا نادر میگه کسی فعالیت میکنه، مثل انخوی که نورالله حافظ میگه کسی فعالیت میکنه، و در همچنان در ورسوله قشتپه و درزاب جوزجان و قندوز و بغنانان خودم میبینید دیگه واجد تشریح من است که به چی حد گپش رسید. اگر ما او اقدام میکردیم این امیر ما مصاحبه دادم که اگر آن اقدام کنیم ما با باهای کم از زحمت کم میتونیم جلو بگیریم، اگر توجه نکردیم بعدا قیمت بسیار بالا باز با پرداخت قیمت بالا مصروف زیاد ما رو مصروف میکنه کار یعنی گپ شده و هنوز هم وقت است اگر کارهای خوب تاثیر رو در غیر او این سرتاسری میشه، این نارامی سرتاسری میشه، چون ما تجربه داریم از جنگ های دوره با شورایی که جنگ نکرده. چی کار مثلا باید صورت بگیره؟ مدیریت سالم باشه، افراد سالم گماشته شده در ولایت مختلف، قوت‌های امنیتی مقدار اصلاحات بیه و پرکار بوده باشن، در خدمت مردم قرار بگیرن و همچنان تفاهم با مردم، استفاده از قوت‌های مردمی و خوشی و رضایت مردم و ایجاد برنامه اشتغالزا که برای مردم و جوانای مردم کار پیدا شه، یا کلش میتونه که برای برگردانی وضعیت به طرف آرامش مؤثر تماشا. بسیار خوب، مم در رابطه با کمک های جامعه جهانی شما انتقاد کرده بودین که کمک ها به شکل متوازن و درستش توزیع نمیشه در ولایات مختلف در افغانستان. چی است مشخصا انتقاد شما و چرا؟ آیا همچنان اگر از 9 سال بعد انکشاف عادلانه می بود به یقین ولایات آرام و مسون و قانونمند نمونه می شد و تاثیر مستقیم خود در سایر ولایت جنگ زده میتونست میداشت. میار مصارف پول و پروژه ها را جنگ و کشت و خون و انفجار و انتحار دینا قرار دادن. واقعا دور از منطق بودی کار. 9 سال مثلا من ولایت بلخ مثال بتم، 9 سال برای ما ظلم شده. 9 سال پیارتی در دیگه ولایت ها میلیون ها دلار مصرف کرده برای انکشاف، 9 سال برای پیارتی برای ما یک دلار مصرف نکرده. بسیار ظلم است. 9 سال پروژه های انکشافی در ولایت بعضی ولایت به حد کافی است که هیچ ولسوالی نمانده که سرکش قیر نشده باشه، هیچ مکتب نمیافن که تعمیر بکنن دیگه، و در هر بخش هم قسم کلینیک هاش هم قسم ولی ما هنوز منیس یک ولایت درجه یک و ولایت بغل مسئول قانونمند مدیریت نیجا داره، تیم کاری داره، برنامه انکشافی داره، پلان انکشافی 5 ساله داره، 163 مکتب صحرانشین داره ما در دشت و صحرا و در زمین نمی زمستان و با آتش سوزان تابستان بچه های مردم درس میخوانن. غیر از یک گلسالی ما و گلسالی ما نیمکاره هیچ گلسالی ما قیر نشده و قیر ندارن. ولی وزارت مالیه برعکس شما فکر میکنن، اونا میگن که بیشترین مکاتب ساختمانش البته در ولایت بلخ درست شده. بفرمایید که از کجای رکن میگن در جنوب افغانستان جایی که ناامن هست اصلا ناامنی برای اینا این زمینه رو مساعد نکرده تا بتونه اینا برن مکتب درست کنن. من بهتان مثال میتونم، هر دوستی که ایره گفته برای فرار از مسئولیت گفته نگفت، شما در کنر برین هیچ ولسوالی بی قیر باقی نمانده، شما در هرات برین پیارتی و ارگانهای محلی ارگانهای خارجی به حد کار کرده که 70% شاگردهای مکتبش با کمپیوتر لپتاپ درس میخوانند، 70%. شما در نگرار برین که هیچ ولسوالی بی قیر نمانده. ببخشید استاد یک لحظه، یک لحظه من فقط می‌خواستم بگم چون هرات بفرمایید امن است، مزار امن است، و شما پیشتر می‌گفتن که کمک‌ها بیشتر به ولایت ناامن صورت گرفته، پس شما فکر می‌کنید باید مشکل داشته باشن با پی آر تی هست یا با دونرهای خارجی هست؟ همین که پی آر تی در 9 سال با ما چی کار نکرده، یعنی پس مشکل چی هست با ولایت و امن و ناامن بودن نیست؟ هم پی آر تی هست، هم بودجه انکشافی هست، هم مؤسسات کمک کننده به افغانستان است. من یک یو سی آیدی را برات مثال بدم. یو سی آیدی ماوار 300 میلیون دلار مصرف میکنه در افغانستان. بفرمایید که برای 9 سال به ولایت بلخ و یک ولایت بزرگ افغانستان یک ماه مصارف خود مصرف کرده در 9 سال. درست. قرار است کنفرانس بین المللی در کابل برگزار شود که این هم در رابطه با کمک به بازسازی افغانستان است. شما پس با توجه به این مشکلاتی که دارین و با این شکایاتی که دارین و نارضایتی که نسبت به توزیع کمک ها دارین، چی هست خواسته شما؟ چی میخواین از این کنفرانس؟ این کنفرانس اگر مثل کنفرانس هایی که گذشت بوده باشه و دولت مسلط نباشه و تمام امکانات از چنل دولت به مصرف نرسه و مؤسسات
مسات UN و دونرها خودسرانه مصرف بکنه، اولویت ها را تشخیص ندن، نیازمندی اولی مردم را در نظر نگیرن، مصارف اداریش و گپای زیادی بلند بالا داشته باشن. نتیجه شنیم نتیجه 9 سال که گذشته به این شکل خواهد بود. ما بهتر میدانم میره که با ولایت تفاهم میشد که ولایت نیازمندی هایش چی است. از پلان های انکشافی ولایت هم باید استفاده شود که انکشاف سرعت بده. در غیر او بعضی وزارت خانه ها این ظرفیت ضعیف و پایین و پسیفی را که داره در 10 سال دیگه هم انکشاف متوازن صورت نمیگیره. یگانه راه با سرعت انکشاف یا انکشاف سره امی است که از ولایات استفاده شود، ولی از این استفاده نشده، حمایت نشده و از سرعت کار فکر میکنم ناممکن است تا که از ولایت استفاده نشه، موقع داده نشه. حتی محمد نور، تشکر از شرکتون در برنامه گاهی بارد. تشکر از شما.